بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردان خوب سنف نهم نه سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و در پناه خداوند بزرگ روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود خب شاگردای خوب انشالله که درس گذشته را به خوبی یاد گرفته باشید ما و شما ابتدا بریم درس گذشته را یک ارزیابی داشته باشیم و بعد از اون بیایم و انشالله امروز فصل سیستم اسکلتی و عضلات به پایان برسانیم خب شاگردای خوب سنف نهم سوالاتی که امروز ما برای شما برای ارزیابی درس گذشته انتخاب کردم سوالات تشریحی است ان که شما درس گذشته را خوب به خاطر دارید و به راحتی به این سوالات پاسخ میدید اما این سوالات ما سوالات پاسخ های کوتاه سوال اول اولین مفصل مصنوعی در چه سالی ساخته شد خب شاگردای خوب به خاطر دارید که در چه سالی اولین مفصل مصنوعی توسط یک ارتوپد بریتانیایی ساخته شد آفرین به شاگردایی که گفتند در سال 1963 سوال دوم اولین مفصل مصنوعی که ساخته شد چه مفصلی بود خب بازم شاگردای خوبی که درس خوانده میدانه که اولین مفصل مصنوعی که در سال 1963 ساخته شد یک مفصلی بود به نام مفصل توپ و کاسه یا مفصل گوی و کاسه مفصل های سوال بعدی مفصل های مصنوعی از چه موادی ساخته میشن خب باید دارید که ما و شما گفتیم در جلسات قبل که مفصل های مصنوعی از دو ماده ساخته میشد از یک فلز حیاتی که امروزه میبینیم مثلا از پلاتین استفاده میشه و دیگری یک پلاستیک این قسمت مفصل توپ و کاسه قسمت برآمده توپی شکل و گوی مانندش فلز حیاتی بود و او قسمتی که این مفصل توپی به داخل این کاسه قرار می گرفت کاسه او از جنس پلاستیک هست خب سوال چهارم سپرین چه نوع صدمات اسکلتی است زمانی که ما صدمات اسکلتی را نظیر شکستگی در رفتگی و التهاب ربات ها می خواندیم به اشاره شد به سپرین که شامل التهاب و یا عفونت همین ربات هایی بود که دو سر استخوان ها را در ناحیه مفاصل به یکدیگر وصل می کردن خب این صدمات مختلفی ممکن عوامل مختلفی ممکن است سبب این آرزه شود اگر ناگهانی کشیده شود این ربات ها یا این ربات ها پیچ و تاب بخوره یا قسمت ها یا بخشی از این ربات ها پاره شوه ما دچار اسپرین یا التهاب و درد ربات ها میشیم که بسیار بسیار دردناک هم هست سوال بعدی روند ترمیم استخوان شکسته چگونه است در این سوال تشریحی دیگه شما باید پاسختان مفصلا توضیح بدید که زمانی که یک استخوان شکسته میشه در ناحیه شکستگی یک لخته خون به وجود می آید و به مرور زمان استخوانها ها در ناحیه شکستگی حجراتش رشد میکند تکسر پیدا میکند تقسیم میشه تا او قسمت بهبود پیدا کنه کم کم از این بخش که لخته خون بود کاسته میشه یعنی کم میشه و بخش استخوانی جدید در این ناحیه اضافه میشه که یک روند زمان هست و هر چقدر سن کمتر باشه استخوان های شکسته زودتر جوش میخوره و هر چقدر سن بالا باشه این استخوانها دیرتر ترمیم پیدا میکنه سوال بعدی پوکی استخوان بر اثر کمبود چه موادی هست ما و شما گفتیم که پوکی استخوان به دلایل مختلفی اتفاق میفته یکی به دلیل کمبود کلسیم و فسفوریس است دیگری به دلیل بالا رفتن سن هست و دلیل سوم عدم انجام حرکات ورزشی هست هرچقدر تحرک ما کمتر باشه استخانه های ما بیشتر در معرض پوکی قرار می خب شاگردای خوب از مبحث استخوان ها و مفاصل و قذروف که بگذریم به عضلات میرسیم عضلات ما و شما جزی از سیستم اسکلتی هست چرا که ای ها بدون انقباز و انبساط ازولاد توانایی حرکت کردن را ندارند. اما ازولاد چند نوع هست؟ حجرات این ازولاد چه نام داره؟ و به چند گروه تقسیم میشه؟ امروز ما و شما اینا را یاد میگیریم. خب شاگردای خوب هر قسمتی از بدن ما و شما حجره او یک نام داره. مثلا حجرات مغزی نیورون ها نام داشت حجراتی که در ساختار گرده به کار می رفت نفرون ها نام داشت حجرات عضلات الیاف نام دارد الیاف به معنای رشته 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 است زمانی که ما میریم و حجرات عضلات را میبینیم میبینیم به خاطر رشته بودنش است اگر ما یک حجره عضلاتی را به زیر مایکروسکوپ قرار بدیم تقریبا به این صورت شما میبینید که همین حالت رشته بودن و دراز بودنش سبب شده که ما این حجرات الیاف بنامیم خب این حجرات را گاهی وقتا در بعضی از سوالات چهار ای دوکی شکل هم میخوانند دیدید که اونایی که گلیم یا پارچم میبافند یک بخشی داره که تقریبا به همین شکل است و از مابین تارها او را رد میکنه این عضلات هم به خاطری که مشابهت به این شکل داره میگه حجرات ازولاتی یا الیاف ها رشته مانند و دوکی شکل هستند خب حجرات و عضلات ما و شما در سایتو پلاسم خودشان دارای یک سر رشته هست این رشته ها را ان در صنف دوازده مفصل میخوانید اما امسال جنس این رشته ها را میدانید جنس این رشته ها از پروتئین هست وجود رشته های پروتئینی در پلازم حجرات الیاف یا ازولات باعث میشه که ای حجرات و رشته ها و الیاف ها منقبض و منبسط بشه یعنی کوچیک و بزرگ شوه خرد و کلان شوه با همین منقبض و منبسط شدن جمع شدن و راست شدن سبب حرکت دادن استخوان ها میشه فراموش نکنیم که این حجرات ما و شما دارای هسته هم هستند اما هسته ها متعدده باز انواع عضلات که بخوانیم میبینیم که این هسته ها فرق داره در بعضی از عضلات یک دانه یه در بعضی از دو دانه یه و بیشتر از اون خب این رشته های پروتئین نامش همینجا بدانید اما جزئیات ساختارش رو در دوازده میخونید به نام رشته های اکتین و میوسین دو تا رشته داریم که این دو تا رشته ها در نزدیکی همدیگه قرار داره زمانی که منقبض میشه این دو سر این رشته ها روی همدیگه میلغزن و وقتی روی همدیگه بلغزه رشته را کوتاه میکنه و زمانی که منبسط بشه یعنی از این حالت انقباض خارج بشه پس مجددا به جایگاه اولیه قرار میگیره و رشته های الیافی ما و شما بزرگ میشه که سبب حرکت دادن استخوان ها میشن خب ما عضلات در سالهای گذشته خواندیم چند نوع عضله داشتیم آفرین به شاگردایی که سالهای گذشته را خوب خواندن ما سه نوع عضله داریم عضله لشم عضله قلبی و عضله اسکلتی و عضله چی؟ اسکلتی. این سه نوع را یک یک امروز با یکدیگر میخوانیم میخونیم. خب شاگردای خوب پس حجره نسج عضلاتی را الیاف میگن. درون این حجرات ما پروتئین ها به صورت رشته میبینیم که با منقبض و منبسط شدن این رشته ها باعث میشه که عضلات ما و شما کوتاه و بلند شود. خب انواع ازولات هم در یه اسلاید در بخش های مختلف بدن برای شما نشان دادیم که ازولات ما یا اسکلتی هستند یا ازولات ما قلبی هستند که فقط فقط در ساختمان قلب ما اینو ازوله را میبینیم و یا ازوله صاف هسته ازوله صاف بیشتر در قسمت های سیستم حازمه که در بیولوژی سنف نو هم خواندیم و در بیولوژی سنف هفت هم خواندیم. که در مجاری سطح داخلی مجراهای دیواره مجراهای تنفسی و مجراهای گوارشی ما اینا رو میبینیم و حرکات اینا حرکاتی هست که در اختیار ما و شما نیستن عضله قلبی تنها و فقط در ساختار خود قلبه. اما عضله اسکلتی عضله هست که بر روی استخوان و اسکلت ما و شما قرار داره خب بسیار جالبه بدانید که چهل درصد از وزن بدن ما و شما را عضله اسکلتی تشکیل میده یعنی اگر یک نفر 100 کیلو وزن داشته باشه فقط فقط 40 کیلو او عضله اسکلتیه و ما بقیه شصت کیلو عضلات قلبی و عضلات لشم و استخوان ها و قزروف ها و خون و مایعات و جزئیات دیگه بدن هست پس 40 درصد وزن بدن ما و شما از نوع عضله اسکلتی هست خب برای حرکت دادن استخوان ها این عضلات به استخوان متصل میشه تا استخوان ها رو حرکت بده خب همیشه حرکت دادن استخوان ها یا حرکت عضلات ما و شما با راه رفتن یا و یا حرکت کردن دیده نمیشه بلکه زمانی که شما روبروی آینه می لبخند میزنید میخندید و یک چهره شادی را از خود میبینین تغییرات عضلات در چهره خود و صورت خودتان میبینین تغییر ای حرکات زمانی که اخم میکنید و خود غمگین و ناراحت میگیرید هم در روبروی آینه ای تغییرات ازولاد میبینین یعنی ازولاد چهره ما و شما با منقبض و منبسط شدن خودش حالتهای و احساسات ما و شما را نشان میده اما زمانی که بر روی استخوانهای های اسکلتی ما قرار دارن سبب حرکت دادن اون استخوان میشه. در افراد ورزشکار ما عضلات بهتر مشاهده میکنیم همونطور که در این اسلاید ما تصویری از عضلات یک فرد ورزشکار نشان داده شده هر چقدر انسان حرکات منظم ورزشی را بیشتر داشته باشه عضلات او عضلات پرورش یافته تری هست عضلات برجسته تری هست که معمولا در بین پسر بچه ها به نشانه قدرت هم یاد میشه که قوی تر هم هست یک زمانی که قدرت به یکدیگر نشان بدن بازوی خود عضلات دست خم میشه و این برآمدگی ماهیچه چرا به یکدیگر نشان میده خب ما علاوه بر عضلات در کنار این رشته های عضلاتی تاندون یا پیره هم میبینیم در بعضی از کتاب های فارسی پی همون زرد پی هست خب در تصویر میبینین رشته های ازولاتی را استخانه میبینین و میبینید که این ماهیچه های ما و شما یعنی ازولات اسکلتی ما وقتی میخواه به استخان متصل بشه یک بخش سفید رنگی را مشاهده میکنین که به نام تاندون یاد میشه خب این تاندون ها نوعی نسج چی هست؟ ارتباطی هست چرا که ارتباط برقرار میکنه بین ماهیچه ها و استخوان ها رنگش سفیده و در دو سر قرار داره هم در این قسمت در قسمت ابتدا و هم در قسمت انتهای عضله خب دو سر عضله را هم به استخوان وصل میکنه چرا که اگر این ربات یا ببخشید اگر این پی یا تاندون پاره شود این ماهیچه ای ما و شما به حالت انقباض و انبساطش نمیتونه این استخوان حرکت بده خب جالب است بدانید که عضلات اسکلتی بدن ما و شما در هر جایی که هست جوری عمل میکنه یعنی جفتی دو عدد هست مثلا بازو را اگه شما در نظر بگیریم یک ای در روی بازو قرار داره که این عضله عضله خم کننده و یا در کتاب شما دو سر گفته میشه عضله دو سر بازو خم کننده که به همین اصطلاح میگن ازوله فلکسور فلکسور یعنی خم کننده ازوله زیر بازو به نام ازوله سه سر بازو یاد میشه پس روی بازو دو سر و ازوله زیر بازو سه سر هست دو سر بازو و سه سر بازو خب روی بازو فلکسور بود خم میکرد دستم و در زیر بازو او عضله اکستنسور نام دارد یعنی راست کننده هر جایی که یک مانند پا و دست ما و شما حرکات راست کننده و خم کننده را داره این حرکت به خاطر حضور عضله فلکسور یا خم کننده و اکستنسور یا راست کننده هم هست خب اینجوری نیست که یک ازوله هم اکستنسور باشه هم فلکسور باشه چرا که هر کدام فقط یک ویژه گری داره فلکسور در هر جایی که باشه از فلکسور قدرت منقبض شدن داره و چون توسط تاندون و پی به استخوان وصله استخوان دست خم میکنه و از اکستنسور دوباره مجددا راست میکنه دست و برعکس خلاف یکدیگر هم عمل میکنه خب از دو سر بازو که فلکسور گفتیم نام داره و سه سر اکستنسور شما هم در قسمت روی ران پا و هم در قسمت پشت ران پا شما می بینید که برخلاف دست چرا که ما دست به سمت بالا خم می کنیم و راست میکنیم اما پای خود به سمت پشت پا خم می کنیم و راست می کنیم. که این ازولاتی که در این تصویر اسلاید ما رنگ قرمز آمده ازولات فلکسور و ازولات اکستنسور هست خب حالا عضلات لشم و قلبی و مخطط با یکدیگر مقایسه میکنیم عضلات لشم در تصویر میبینیم همونطور که گفتیم دو سرش کشیده یعنی دوکی شکل است شما در عضلات لشم رشته های اکتین و میوسینه نمیبینید. به همین خاطر به اینا عضلات لشم یا صاف میگن و دارای یک عددم هسته است خب این عضلات ما و شما حالت ورقی مانند داره یعنی حالت صفحه مانند داره اما ازولات اسکلتی حالت رشته مانند داشت چرا که کار ازولات اسکلتی خمراز کردن استخانه ها بود پس باید حالت رشته ای و بلند می داشت اما ازولات لشم پوشاندن داخل دیواره داخل معده داخل روده و اعضای سیستم حازمه هست و کار اینا است به همین خاطر اینا به صورت ورقی هست. اینا نکات بسیار مهمی هست که در سوالات چارگزینه اه ای اهمیت دارد. خب نکته مهم و دیگری این هست که حرکت یا انقباز ای ازولات لشم کند و آهسته هست. اما چرا کند و آهسته هست؟ ببینید ما و شما گفتیم بیشترین ازولات لشم در سیستم حازمه هست. خب دیواره مری را که به یاد بیارین گفتیم با حرکات موجی شکل خودش انقباز و انبساط عضلات لشمی که در مری هست یعنی فاصله بین حلقوم و میده مری قرار داشت اگر انقباز خیلی سری داشته باشه خب اون لقمه غذایی ما سری به میده میرسه اما نه انقباز آهسته و کند داره چرا که همین حرکات موجی به آهستگی سبب خورد شدن و تکه تکه شدن و نرم شدن مواد قضایی هم میشه خب دیگری انقباز عضلات لشم ما در روده ای داریم اگر قرار باشه حرکات روده ما و شما بسیار شدید باشه مواد قایته به سرعت از بدن خارج میشه و بدن ما و شما فرصت کافی برای جذب مواد لازم و ضروری را نخواهد داشت همین حرکات انقبازی کند و آهسته فرصت و زمان میده به سیستم حازمه ما و شما که مواد ضروری و مورد نیاز از مواد داخل روده و امعا جذب کنند. به همین خاطر است که از نظر سرعت اینها با یکدیگر متفاوت اما عضلاتی که بر روی عضلات اسکلتی ما و شما هستند انقباض بسیار سریع و تندی را داره چرا که مثلا ما و شما دست خود به یک شیء داغ که میزنیم دیگه اونجا ما و شما فکر نمی کنیم که تصمیم بگیریم که دست خود عقب بکشیم یا نه به محضی که از مغز ما و شما دستور و پیام به عضلات میرسه خیلی سریع بدون اینکه اصلا ما و شما در عرض چند ثانیه فکر کنیم دست ما به سمت عقب کشیده میشه همه اینا به خاطر نقش و وظیفه ای است که هر کدام از این عضلات در بخش مختلف بدن به عهده دارد خب مدت انقباز آن طولانی تر و غیر ارادی هم هست ازالات لشم کاملا غیر ارادی هست گاهی وقتا ما و شما اراده می کنیم که چشم خود باز نگه داریم اما زمانی که پلک میزنیم دیگه در اراده ما و شما نیست یا زمانی که یک فرد یا یک کودکی خواب میره و والده این بلند می کند تا روی جای خودش قرار بده می بینید که دست و پای او اصلا هر کدام به یک راهی میره چرا که او انقباض اولیه را دیگه نداره در اختیار و کنترل ای فرد نیست از غیر ارادی حتی در خواب ما و شما هم کار خود پیش میبره مانند از لشمی که در ساختار امعا و سیستم حازمه هست ما و شما غذا و شام میخوریم و میخوابیم اما سیستم حازمه ما و شما به فعالیت خود ادامه میده این دیگه به اراده ما و شما تعلق نمیگیرد خب های خوب عضلات قلبی همونطور که از نام او معلوم هست در ساختار قلب به کار میره یک تفاوت های را هم از نظر شکل ما در عضلات قلبی میبینیم و هم از نظر عمل کرده اونا که در پای تخته برای شما نشان میدیم عضلات بالبی. خب اگه ما حجرات سنو و عضله رو با یکدیگر بکشیم این میشه عضله لش دومی میشه عضله اسکلتی عضله اسکلتی خب ازولات قلبی از نظر عمل کرد مشابه ازولات لشم و از نظر ظاهر مشابه ازولات اسکلتی هست یعنی اینها مخطط هستند. ازولات قلبی ما شما اینا اکتین ها و میوسین ها را دارن یک فرق دیگه ای که داره اینا دارای دو هسته هستن دو هسته یا بیشتر و انشعابی یعنی در همینجا در مجاورتشون ما یک حجره دیگر هم میبینیم از این ازوله شاخ شاخه هم میشن مانند شاخه های درخت خب ازوله قلبی مانند ازوله لشم غیر ارادی است از نظر عمل کرد از نظر شکل مشابه عضلات اسکلتیه یعنی چی؟ یعنی در ظاهر این عضله مشابه اسکلتی ولی مثل اسکلتی ها در اراده ما و شما نیستن از نظر کارشون مانند لشمن یعنی غیر ارادی هن. چرا که این ازولاد فقط و فقط در ساختمان قلب به کار میره و زمانی که قلب ما و شما ما حتی خوابم هستیم و یا حتی یک فردی بیهوش هم باشه هم قلب او به ضربان خودش ادامه میده این به خاطر عزیز هست که اینها عضلات قلبی ما و شما غیر ارادی عمل میکنه اما از نظر شکل و از نظر ظاهر وقتی که ما و شما مقایسه کنیم میبینیم مشابه عضله اسکلتیه بنابراین در رابطه با عضلات دو نوع سوال برای شما میاد اگر از نظر عمل کرد بپرسند شما دو نوع عضله بیشتر ندارید یا ارادیان مانند عضلات اسکلتی یا غیر ارادیان مانند عضلات قلبی و لشم هر دو غیر ارادیه در اراده ما و شما منقبض و منبسط نمیشن فقط عضلات اسکلتی هن. اما اگر از لحاظ ساختمان یا ساختار سار کنن ما سه و عضله داریم عضله لشم عضله قلبی و عضله اسکلتی را ما و شما داریم چرا که اگر عضله قلبی مانند عضله اسکلتی به اراده ما و شما منقبض و منبسط میشدن زمانی که ما و شما به خواب میرفتیم یا یک بیماری یا یک فردی بیهوش میشد قلب او دیگه از کار باز میمان. به همین خاطر است که عضلات قلبی از نظر انقباض و انبساط خودش مشابه عضلات لشم است. خب شاگردای خوب رسیدیم به پایان درس امروز و یک فصل دیگه از بیولوژی صنف نهم را ما و شما تمام کردیم. امیدوار هستیم که مطالبی که در این فصل از سیستم اسکلتی از استخوانها، مفصلها، قذروفها و عضلات بود رو به خوبی یاد گرفته باشید. خب شما عزیزان را تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم اما درستان به خوبی بخوانید. خدا یارو نگهدار شما.